اعلام کابینه افغانستان به اساس تقسیم 50-50 پیش از نشست لندن. پیش از رفتن به لندن یک تصویر جامعی از کابینه افغانستان معرفی و اعلام خواهد شد. هشدار رئیس جمهور غنی به کشورهای مداخله‌گر. اجازه نمی‌دهیم که از قلمرو ما بر علیه کدام کشور همسایه استفاده شود. همچنان ما به هیچ فرد اجازه نخواهیم داد که جنگ‌های نیابتی را در خاک ما راه اندازی کند. و گسترش دامنه اعتراضات مردمی در آمریکا. سلام و شبتان بخیر. به سرویس خبری ساعت 8 شب آریانا نیوز و آریانا خوش آمدید. امروز چهارشنبه 5 قوس سال 1393 خورشیدی است که برابر می شود با 26 نوامبر سال 2014 میلادی. من بهشتر رحمانی هستم. کابینه حکومت وحدت ملی پیش از نشست لندن مشخص خواهد شد. محمد محقق معاون دوم عبدالله عبدالله میگوید یک چهار چوب جامعی بر اساس توافقنامه سیاسی از تمام وزارتخانه ها پیش از سفر لندن مشخص خواهد شد و هر دو مقام رئیس جمهور و رئیس اجرایه به توافق 50-50 کلی رسیدند. فرهناز فروتن در مصاحبه ویژه با محمد محقق. محمد محقق معاون دوم عبدالله عبدالله در مصاحبه ویژه با آریانا نیوز میگوید قبل از آن که حکومت وحدت ملی بلندن برود کابینه اعلام خواهد شد. آقای محقق میگوید این کابینه بر اساس توافقنامه سیاسی و حکومت وحدت ملی اعلام خواهد شد. انشاءالله به زودی توافق صورت میگیره مطابق آنچه که در توافقنامه سیاسی وحدت ملی آمده. من مطمئن هستم تا حد زیادی که پیش از رفتن به لندن یک تصویر جامعی از کابینه افغانستان معرفی و اعلام خواهد شد. اما البته مسئله رفتن به پارلمان چون یک زمان طولانی تر کار داره و بعد از سفر خواهد شد. اما چوکات جامعی توافق سر همه وزارتخانه انشاءالله اعلام خواهد شد. آقای محقق باریانا نیوز یادآور شد که گفتگوها درباره کابینه بیشتر مرتبط به دو مقام رئیس جمهوری و رئیس اجرایی است که به خوبی این گفتگوها به پیش می روند و این توافق بر اساس همان تقسیم 50-50 قدرت صورت خواهد گرفت. تا یک حد را مرز کردم که به تیم ها مربوط بود، دوران انتخابات، دوران شکل گیری توافق نامه سیاسی، توافق نامه که جامعه جهانی هم را تایید کردن، تا اینجا اون هم تیم ها کار کردن. حال دیگه کار اجرایی مربوطی هر دو جناب رئیس جمهور و رئیس اجرایی است که هر دو تایشون کارهای خانگی خود تمام بکنه که مردم افغانستان انتظارش برآورده شد انشالله. بانک رئیس جمهور در نخستین روزهای کاری خود گفته بود که در ظرف 45 روز کابینه را مشخص خواهد کرد. هنوز خبری از این کابینه تازه نیست و همچنان زمان سرپرستی وزیران در وزارتخانه ها نیز روز شنبه به پایان خواهد رسید. و وحدت ملی مردم افغانستان حراست کنم. و وحدت ملی محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور هشدار می‌دهد به هیچ کس اجازه جنگ نیابتی در افغانستان را نخواهد داد. و از خاک افغانستان نیز علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. وی تامین صلح در افغانستان را از اولویت های کاری خود دانسته تاکید دارد. سبا در منطقه زمان تامین می شود که این کشورها با هم یک جا و صادقانه کار کنند. فود نصری از نیپال گزارش می دهد. 18 اجلاس سارک امروز با حضور رهبران 8 کشور جنوب آسیا در شهر کتماندوی نیپال برگزار شد. اعضای سارک بر متوقف ساختن بنبست ها در روابط بازرگانی و اقتصادیشان تاکید کرده تروریسم را تهدید همگانی میپندارند. رئیس جمهور کشور نیز در این نشست تأمین ثبات در جنوب آسیا را نیازمند یکجا شدن دست ها میداند. او با اشاره به رویداد خونین پکتیکا میافزاید تروریسم همه روز افغان ها را میآزارد. اما آنان به هیچ کس اجازه جنگ نیابتی در کشورشان را نخواهند داد.
ما به تأمین امنیت در کشور خود، همسایه ها و منطقه متحد هستیم. ما اجازه نمی دهیم که از قلمرو ما بر علیه کدام کشور همسایه استفاده شود. همچنان ما به هیچ فرد اجازه نخواهیم داد که جنگ های نیابتی را در خاک ما رو اندازی کند. هشت کشور جنوب آسیا به شمول افغانستان 40% فقر کل جهان را می سازند. کشورهایی که توریسم به عنوان بزرگترین مانع در برابر رشد آنان ایستاده است. رئیس جمهور غنی تأمین صلح را از اولویت‌های کاری خود می‌داند و از بازرگانان خارجی می‌خواهد بر اساس پلان زیربنایی افغانستان در این کشور سرمایه‌گذاری کنند. ما در سال 1978 در یک جنگ گیر ماندیم، اما حالا متحد به حلقه صلح و ثبات هستیم. من حیث رئیس جمهور افغانستان و خادم مردم خیش تعهد افغانستان را برای همگرایی عمیق در راستای صلح و ثبات در منطقه اعلام می نمایم. اما ظاهرا تنش ها در رابطه هند و پاکستان سبب شد تا 18 اجلاس سارک در کنار موضوعات اقتصادی بیشتر به موضوعات امنیتی بچرخد. نخست وزیر هند میگوید برای قطع ریشه های تروریسم نیاز است دست همکاری از سوی همسایه ها دراز شود. اما نخست وزیر پاکستان می افزاید باید به جای جنگ علیه فقر مبارزه جدی انجام شود. به عنوان کشورهای همسایه ما همچنان باید در وقتهای خوب و بد با همدیگر باشیم. اگر ما نسبت به امنیت و زندگی مردم ما حساس باشیم، ما دوستی بین خود را عمیق‌تر خواهیم ساخت. همکاری را توسعه می دهیم و ثبات در منطقه را افزایش می دهیم. به جای اینکه اعضای سارک به تخریب همدیگر بپردازند، نیاز است تا آنان برای از بین بردن فقر و رشد اقتصادی و تامین ثبات تلاش کنند. سران کشورهای عضو سارک امروز در اینجا روی تقویت همکاری های اقتصادی و سیاسی تاکید کرده و توریسم را تهدید همگانی پنداشتند. رئیس جمهور کشور نیز تلاش کشورهای همسایه برای مبدل ساختن افغانستان به میدان جنگ نیابتی را ناکام خوانده و از آنان می‌خواهد برای ریشه‌کن ساختن تهدیدات توریسم همدست شوند. فاد ناصری، آریانا نیوز. عمر زاخیلوال سرپرست وزارت مالیه کشور میگوید وی ضمانت هیچ متهم پرونده کابل بانک را نکرده است. آقای زاخیلوال تاکید میکند هیچ سندی در این مورد وجود ندارد. اما مصطفی مستور معین وزارت مالیه میگوید نامه ضمانت رهایی محبالله صافی رئیس پیشین بانک ملی و مسعود موسا غازی رئیس پیشین نوه کابل بانک را به امر عمر زاخیلوال امضا کرده است و اگر دادگاه سند در این مورد خواست ارائه خواهد شد. همین صدیقی با شرح بیشتر این خبر. نهادهای عدلی و قضایی کشور گفتند که عمر زاخیلوال سرپرست وزارت مالیه و مشاور اقتصادی رئیس جمهور غنی ضمانت دو متهم پرونده کابل بانک، هر یک محبالله صافی رئیس پیشین بانک ملی و مسعود موسا غازی رئیس پیشین نوی کابل بانک را کرده است و اکنون این افراد فراری هستند. اما سرپرست وزارت مالیه میگوید وی ضمانت کسی را نکرده و سندی در این مورد موجود نیست. اولی که مقدم ما ایچه ضمانت کسی را نکردیم، امضای ما را نشان بدن باز. اما مصطفی مستور معین وزارت مالیه میگوید به امر عمر زاخیلوال وی نامه ضمانت رهایی این افراد را امضا کرده است و تمامی اسناد در این مورد موجود است. که ما چیزی را که امضا کردیم به امر امضا کردیم، به امر وزیر مالیه امضا کردیم و در جریان گپای ما کلش بوده و امر می باشه و حتما در جریان گپا می باشه و این امضای ما و مردم ها که قضیه برآمده این مردم می گشتن این طرف دارم دیگه باز اگر که محکمه و اینا خواست دیگه باز حتما اونو از ما سند می خواهیم که تو به کدام امر امضا کردیم. دادستانی کل کشور روز سه‌شنبه گفت اگر محبالله صافی و مسعود موسا غازی به دادگاه حاضر نشوند، عمر زاخیلوال مورد پیگرد قرار خواهد گرفت. آقای زاخیلوال یا وزارت مالی افغانستان که دو تن از رؤسای بانک مثلا کابل بانک نو یا بانک ملی لکینا ضمانت کرده بودند، ما با تماس هستیم با وزارت مالی افغانستان که تا اونا را بتانند دوباره به افغانستان انتقال بدن. اگر اشخاص افرادی که اونا نمیتونن حاضر بسازن اینا را، قوانین نافذه کشور علل سویه بالای تمام اشخاص تطبیق میشن. این در حالی است
که بسیاری از متهمان پرونده کابل بانک گفتند که با این پرونده برخورد سیاسی صورت میگیرد. رئیس مجلس نمایندگان میگوید دولت مشروعیت خود را از دست داده و باید حکومت به اساس قانون کابینه را به مجلس نمایندگان معرفی کند. شماره از اعضای مجلس نمایندگان نیز ایجاد حکومت وحدت ملی را آغاز بی‌ثباتی و بحران قدرت می‌دانند و می‌گویند حکومت نتوانسته به وعده‌هایش عمل کند. عبدالعزیز کریمی گزارش دارد در این مورد. نزدیک به دو ماه می‌شود که حکومت وحدت ملی قادر نشده است و اعضای کابینه را معرفی و جهت رأی اعتماد به مجلس نمایندگان بفرستد. با این حال شماره از اعضای مجلس با ابراز نگرانی می‌گویند که ایجاد حکومت وحدت ملی آغاز بی‌ثباتی و جنگ بالای تقسیم قدرت است. ایجاد حکومت وحدت ملی را ما آغاز بی‌ثباتی، بی‌اتفاقی و یک بحران جدید قدرت در افغانستان می‌دانم. کسایی که طراحان این نام بودند و حکومت به نام وحدت ملی ایجاد کردن در افغانستان من حیث کسایی بودند که میخوان افغانستان باز هم به خاک و خون بکشانند و از این به اتفاقی و تقسیم قدرت در افغانستان یک جنگ دیگر روان بکنند. دوی باید سیالی و که یو بل پوکو کارونو که مختصه مگر لبد مرغ په دوغ ورځو کې سینما کابینه جوړول او باندې سي محمود دی موغه سي او احمد دی وزیر سي او پلانای دی وزیر سي پلانای دی وزیر سي خلق مایوس شوی دی. متاسفانه هنوز هم جنگ روان است بالای تقسیم قدرت که بر مردم افغانستان غیر قابل تحمل است. رئیس مجلس نمایندگان از حکومت وحدت ملی خواست و هر چه زودتر اعضای کابینه را به مجلس نمایندگان معرفی کند. به گفته وی از یک سو وزرای سرپرست مسئولانه کار نمی‌کنند و از جانب هم به اساس قانون میاد سرپرستی آنان خاتمه یافته و دولت مشروعیت خود را از دست می‌دهد. میاد خدمت سرپرستی تمام است. بعد از این دولت قطعا مشروعیت ندارد بر مبنای قانون اساسی. بناً هر چه عاجل باید از امشب در پی ای باشه که باید کابینه خود برای گرفتن رأی اعتماد به خانه ملت به مردم افغانستان به معرفی بگیره. بر مبنای قانون اساسی وزرای سرپرست بیش از دو ماه نمیتوانند که در وظایفشان باقی بمانند. این در حال است که نزدیک به دو ماه میشود امور دولتداری توسط سرپرستان اداره میگردد. رئیس جمهور غنی بعد از مراسم تحلیف وعده سپرده بود که ظرف 45 روز کابینه جدید را تشکیل خواهند کرد. فراخوان 405 میلیون دلاری برای کمک به افراد آسیب پذیر افغانستان از طریق سازمان ملل متحد به کشورهای تمویل کننده داده شد. کمک های دریافت شده این فراخوان در سال 2015 میلادی به 3.7 میلیون نفر در معرض خطر در سراسر کشور فرستاده می شود. وحید نویسا این گزارش را تهیه کرده است. رئیس اجرایی کشور همراه با نمایندگان سازمان ملل متحد اینجا آمده است که برنامه پاسخدهی بشری در افغانستان را معرفی کند. پاسخی که معطوف به رفع نگرانی هزاران خانواده در معرض خطر در سال آینده میلادی است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت کشورهای عضو سازمان ملل متحد را دست کم برای کاهش نگرانی های موجود افغانستان فرا می خواند. یک بار دیگر توجه جامعه بین المللی را جلب می کنم و از آمادگی افغانستان برای حسابدهی برای تأمین شفافیت در این زمینه اطمینان میتونم. سازمان ملل متحد هم تاکید برای فراهم آوری کمک 405 میلیون دلاری در سال پیش روی میلادی دارد. این مقدار کمک میتواند بخش بزرگی از تهدیدهای مردم افغانستان را برطرف کند. تجربه نشان میدهد که فراخوان‌ها بیش از 63% پاسخ مثبت دارد و این نکته قوی است که ما دولت افغانستان را برای از بین بردن پدیده بیجا شده حمایت می‌کنیم. بریتانیا نخستین کشوری است که به این فراخوان پاسخ مثبت داد. فراخوان کمک به افغانستان رفع تهدیدهای مهاجران، بیجا شدگان و خشونت علیه زنان را کاهش می‌دهد. بریتانیا نیز آماده کمک در این زمینه برای افغانستان است. هر سال میلیون ها دلار برای حمایت خانواده های آسیب پذیر در کشور از سوی حکومت و نهادهای بین المللی صرف می شود، ولی از برنامه های گسترده پیشگیرانه و مدیریت بحران ها خبری نیست. خبرهای خارجی که به همکاری رادیو زدی تهیه شده هم پس از وقفه کوتاه تقدیمتان می شود، همراهی من کنید. با
باز هم خوش آمدید. وزارت کار و امور اجتماعی میگوید 1.9 میلیون کودک خردسال در سراسر کشور به کارهای شاقه مشغولند. مقام ها در این وزارت میافزایند که آنها نتوانستند مشکل این کودکان را به گونه اساسی حل کنند. در همین حال مسئولان سازمان بین المللی کار در افغانستان گفتند اکثر کودکان در کوره های خشت پزی در شرایط بد بهداشتی کار می کنند. این نمونه ای از زندگی هزاران کودک افغان است که با دستان کوچک مشغول کارهای سنگینند. این کودکان نانواران کوچکند که مسئولیت یک خانواده را بر دوش دارند. ما صبح 6 بجه میبریم تا اول ششمی میبریم وقت دیگر کار میکنیم. شام که کار میکنی؟ چقدر پیسه کمایی میکنی؟ تا شام میشه کنیم 100-200. بازو پیسه را چی میکنی؟ به خانه میبریم. خانه کسی نیست که کار کنه؟ نه. سخت است که در خانه دیگه تا یخ میدن. دفتر سازمان بین المللی کار در کابل و ننگرهار با این کودکان در کره های خشتپزی مصاحبه کرده است. مسئولان این دفتر گفتند که اطفال در این کره های خشتپزی از یک سو از تعلیم و آموزش بی بهرند و از سوی دیگر در شرایط نامساعد بهداشتی مجبور به کارند. برای خانواده های این کودکان باید مهارت های کاری آموزش داده شود و کمک های اقتصادی با آنان صورت گیرد. برای حل این معضل باید با اداره های حکومتی به گونه مشترک کار شود. وزارت کار و امور اجتماعی می گوید بنابر مجبوریت های گوناگون 1.9 میلیون کودک مشغول کارهای سنگینند. با گفته مسئولان با وجود آغاز برنامه حمایت از خانواده ها این مشکل از کنترل بیرون شده است. تعداد اطفالی که کار میکنند کودکا ارقامش 1.9 میلیون کودک مصروف کارهای شاقه هستند. پیش از این وزارت کار و امور اجتماعی مقرره را تهیه کرده بود که به اساس آن کارفرمایان نمی توانستند کودکان را به عنوان کارگر استخدام کنند. اما این مقرره تا حال عملی نشده است. فاکنون هم توجه کنید به نرخ شماره از اسعار خارجی در برابر پول افغانی. 1 دلار آمریکایی 58 افغانی، 1 یورو 72 افغانی با 10 پول، 1 پوند انگلیسی 90 افغانی با 30 پول، 1 درهم امارات 15 افغانی با 60 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی با 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 566 افغانی. و حالا هم سید علی کاظمی و مهمترین های ورزش. علی خوش آمدی به استودیو و با فرما. تشکر از شما. سلام خدمت شما بیننده های عزیز. خبرهای ورزشی هم بعد از وقفه.